درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز هر جایی که هستید. سپاسگزارم از تلویزیون ایرانیان کانادا که این فرصت در اختیار من گذاشتن. از مهندس فرزاد در اتاق فرمانم سپاسگزارم که منو راهنمایی میکنن، کمک میکنن برای بهبود این برنامه. امروز مهمان عزیزی رو داریم که چند لحظه دیگه خدمتتون معرفی میکنم و باعث خوشحالی است که بعد از مدت ها تونستم ایشونو در خدمتشون باشم. از زمانی که کووید بود فرصتی نمیشد، یعنی فرصت بیشتری بود، ولی الان بعد از اینکه کووید برطرف شد دیگه ما سایه ایشون هم نمیتونیم ببینیم. حالا قبل از اینکه برم به سالن میخواستم که یک کلیپ کوچیک 1 دقیقه هست مربوط به آقای مجید رضا رهنورد، اینو با هم میبینیم و بعد میریم در سالن. وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟ کجا خاکم کنه؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار. از دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن، دیگه نماز نخونن، درست شادی کنن. بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. میریم به اتاق سالن و من به مهمان عزیزمون آقای دکتر لاجوردی درود و سلام بگم، خوش آمد بگم و تشکر بکنم که باز هم این فرصت رو در اختیار من گذاشتم که در خدمت شما باشم. درود دارم به شما دکتر لاجوردی، خوش آمدید. من هم سلام و درود دارم به شما، آقای مهندس فرزاد در اتاق فرمان، همه هموطنانی که این برنامه رو دنبال میکنن و خوشحالم که باز این شانس رو دارم در خدمتتون باشم. خیلی ممنونم دکتر لاجوردی. این چند لحظه پیش ویدیو کوتاه محمد رضا رهنورد و دیسپلی کردن جناب مهندس، و علتی که من خواستم ببینم و مهمانان بینندگان عزیزم ببینن این بود که جمهوری اسلامی فکر میکرد که با گفتن این مطالبی که ایشون مطرح کردن یک مقدار احساسات مردم رو که خیلی ممکنه مذهبی باشن برانگیخته میکنه، ولی برعکس شد. کسانی که این ویدیو رو دیدن بسیار خوشحال شدن از گفتاری که ایشون داشته و جمهوری اسلامی پشیمون شد که این ویدیو رو پخش کرده. بنابراین اینو علت اینه که گفت پخش کردیم به خاطر این بود که یک یادآوری بشه که افرادی هستن که حتی در پایین چوبه دار زیر بار هیچ حرف و سخنی و زوری نمیرن و اون حرفی که باید بزنن واقعا میزنن. میخواستم که در این فرصت کوتاه قبل از اینکه به مطالب دیگه برسیم اگر مطلبی دارین خواهش میکنم بفرمایید دکتر. من از یه طرف متاسفم برای بچه هامون که از دست میدیم، از طرف دیگه خوشحالم که ما به این شکلی که الان دیدیم و مجید رضام تنها نیست، چند نفر دیگر هم من شاهدش بودم که همین برخورد رو داشتن، ما داریم در میگردیم به ریشه هامون. آقای افشینجم، صدها و هزاران سال پیش زمانی که ما ایرانی ها، ایرانمون جایگاه ویژه‌ای در دنیا داشت، زمانی که به حال یکی از دو امپراتوری بزرگ دنیا یک ایران بود، زمانی که به هر حال در زمانهای هخامنشی، ساسانیان، سامانیان ما وسعت خاکمون متجاوز از 4 میلیون متر مکعب بود، مربع بود. ولی یه نکته رو میخوام خدمتتون بگم، این شهامتی رو که این مجید رضا از خودش نشون میده مال اون زمانیه که ما اسلام نداشتیم، شیعه نداشتیم، امام حسین و اربعین رو نمیدونم فلان نداشتیم، ولی در عمل یه چیزی داشتیم که در مقابل همه اینها بود، اون هویتمون بود. ما داریم به اون هویتمون برمیگردیم، اون جایگاهی که اعتماد به نفس رو داره به ما برمیگردونه. و من به این ترتیبه که ضمن تأسفی که برای از دست دادن بچه هامون داریم، هممون داریم، این ریشه یابی رو، این بازگشت به هویت خودمون رو بسیار بسیار ارجح میشناسم و باور به این دارم که زمان زیادی نخواهد گذشت
که ما بتونیم به هر حال اون جایگاه واقعی خودمون رو به دست بیاریم و نشونه هاش امروز به وجود آمده. خیلی ممنون دکتر لاجوردی. اگر فرصت این بشه در این برنامه راجع به این کمی بیشتر صحبت خواهیم کرد، ولی صحبت اصلی که من برای امروز خواستم مطرح بکنم و سالهاست راجبش هم شما صحبت کردین در گفتارهای مختلف، در سمینارهای مختلف، در نشستهای مختلف و بعضیاش هم من در خدمتتون بودم راجبش صحبت کردیم، و اون این بوده که سالهاست راجب این که یک ائتلافی یا یک موضوع رهبری مطرح بشه که با وجود شاهزاده بشه این رهبری رو حالا به صورت تکی یا به صورت گروهی بشه این هماهنگی انجام بشه، که متاسفانه سالها گذشته و این کار نشده. خوشبختانه با مطالبی که در این سه چهار ماه گذشته پیش اومده، این لزوم چنین رهبری، حالا اسمشو میخوایم بذاریم رهبری یا گروه هماهنگی، همصدایی یا نفوذ داشتن در جامعه، کسانی رو دعوت بکنن یا هرچی، این صحبتش بسیار رشد پیدا کرده و به نظر میرسه که افرادی دست بلند کردن با کمک شاهزاده و قرار هست که یه همچین گروه هایی یا گروهی تشکیل بشه. جزئیات اینو ما نمیدونیم، ولی میدونیم که تعدادی رو خود شاهزاده یا افرادی دوروری های شاهزاده در مصاحبه های مطبوعاتی مطرح کردن که این افراد، خب من حالا اسمشون رو نمیبرم برای اینکه مشخصم نیست، ولی البته چون این تعداد افراد در خارج کشور هستن، به مراتب دیده شده که افراد بسیار صاحب نظر و متشخص در داخل ایران هم هستن که متاسفانه اکثرشون یا همشون در زندان هستن، یا اگر در زندان نباشن اسمشون برده بشه متاسفانه اونا رو به زندان میاندازن. صحبتی که من الان میخواستم با شما مطرح بکنم به خاطر تجربیات بسیار زیاد که شما در این مورد دارین و شناختی که از شاهزاده دارین در این سالهای مختلف، میخواستم که اینو باز بکنیم، این صحبت رو باز بکنیم، نظرات شما را راجع به اون چیزی که من الان خدمتون عرض کردم و احتمالاً به مسابه بسیار زیاد شما هم شنیدین، نظر شما را داشته باشیم، به این صورت که ما ببینیم که آیا به نظر شما امیدی هست که این کار انجام بشه یا خیر. بفرمایید، خواهش میکنم. جناب افشینجان، دست گذاشتید روی یک موزل یا یک گره سیاسی 43-44 ساله. من در مرحله اول خدمتتون بگم که بسیار خوشحالم که این همصدایی، این همفکری، این رهبری به وجود بیاد. اصلی ترین دلیلش هم اینه که اگر یک همچین مجموعه شکل بگیره، این دنیایی که امروز ما شاهدش هستیم، در یک طرف امریکاست، در یک طرف اروپا و یا سه کشور اروپایی، در یک طرف چین و روسیه، به خصوص قسمت اروپایی و امریکاش، کسی رو یا اون مجموعه هدف رو من میگم، اون شورا رو، اون رهبری رو پیدا میکنن که باهاش حرف بزنن. یعنی این که اون شورایی که به وجود بیاد، اون رهبری که به وجود بیاد، بتونه با این، به خصوص با این طرف غربش، این صحبت رو بکنه و بگه که اگر جمهوری اسلامی نباشه، ما هستیم و این برنامه رو داریم. تا زمانی که اون به وجود نیامده،
ما درسته که گله میکنیم چرا اروپا نمیدونم، چرا آقای جوزف بورل نمیدونم، چرا آقای بایدن، چرا فلان، اینها با مثلا وزیر خارجه جمهوری اسلامی ملاقات میکنن. یه مقداری به اونها حق بدیم، اونا بازی با ما میکنن. آقای افشینجان به این معنا بازی با ما میکنن که به هر حال چون آلترناتیوی رو جلو چشم نمیبینن، ترجیح میدن به شکلی همچنان حتی ضعیف ادامه بدن. صحبت آقای جوزف بورل وقتی نگاه میکنیم میگه که یک سری ناآرامی ها، مسائلی که در جمهوری اسلامی به وجود آمده، ما رو مجبور کرده که باز داره صحبتی رو بکنیم. چرا شما رو مجبور کرده؟ یک هزارم، یک میلیونیوم این مسئله در کشورهای اروپایی پیش بیاد، شما چه میکنید؟ شما اروپایی ها چی کار میکنید؟ شما امریکایی ها چی کار میکنید؟ دنیا رو به زمین میرسونید. ولی وقتی که توی کشور ما گفته میشه که خود آمارشون 500-600 نفر رو کشتن، بچه ها رو کشتن، این مسئله نامه‌ای رو که رئیس زندان‌های استان تهران نوشته به آقای رئیسی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی، میگه 16,000 زندانی رو ما کجا جا بدیم؟ ضمن اینکه قبل از این 3-4 ماه بحث زندان‌های ما دو برابر بیشتر از ظرفیت بوده. حالا نمیخوام وارد این مباحث بشم، میخوام برگردم به مسئله اصلی که جناب عالی مطرح میفرمایید. 43 سال تأخیر شده. چقدر خوبه که همین الانی که ما داریم با شما با هم دیگه صحبت میکنیم این قضیه پیش بیاد، این ماجرا شکل بگیره، این رهبری منسجم بشه، انسجامی رو پیدا بکنه که بتونه در داخل کشور و در خارج از کشور جایگاهی رو به وجود بیاره. بچه های ما تنپان، ما دستمون بازتره. ولی بگردیم به دنبال این که چرا 43 سال تأخیر شده؟ آیا امروز، فردا، در آینده نزدیک انجام خواهد شد؟ من بسیار امیدوارم، همونطوری که عرض کردم از همین جام تبریک میگم. ولی اگر که واقعا ازم بپرسید که انجام میشه، بازم میگم امیدوارم انجام بشه، ولی مسائلی که بوده اول باید حل بشه. چرا ما نتونستیم؟ چرا ما نتونستیم در اینجا؟ درسته که بحثی مطرح میشه که اصلا رهبری نمیخواد، همه کسانی که تو خیابونن رهبرن. اینا رو ما دوست داریم مطرح بکنیم، خوشمون میاد از اینی که اون چیزایی که واسه اون مثبته هی از تکرارش بکنیم، ولی واقعیت این نیست، در هیچ کجای دنیا نیست. در همین کشورهای پیشرفته شما نگاه بکنید میبینید که یک جایگاه رهبری وجود داره، یک اتاق فکر وجود داره، احزابی وجود دارن، اینها به همدیگه مربوط میشن و برای منافع ملیشون با همدیگه توی یک اتاق فکر مینشینن. ما نرسیدیم به اینجا. صحبت شاهزاده رو میکنید، حتما خیلی خوب میدونید آقای افشینجان که من برای ایشون احترام فوق العاده قائل هستم، ولی ایشون تکلیفش رو روشن کرده. چجوری بگه؟ چجوری بگی آقا من اصلا دنبال پادشاهی نیستم، اگر انتخاب باشه جمهوری خواهم، وارد مسئله اجرایی نخواهم شد، مشورت میدم. این آخری صحبتی که من از ایشون شنیدم، اگر نقل به مضمون باشه، که تشکیل بشه و ایشون حمایت میکنن، حمایت میکنن از خانم ایکس، از آقای ایگرگ. من هیچی رو نمیبینم. در ایران و در خارج از ایران بیشترین آدمی رو که میشناسن شاهزاده رضا پهلوی است، ولی شاید ایشون حق داره، من نمیدونم، ولی یه جایی رو حق نداره. حق داره که نخواد، حق داره که خسته باشه، حق داره که نخواد میراثدار باشه، همه اینا رو من بهش حق میدم. ولی یه جایی رو مشکل به وجود میاد که یا آره یا نه. کجاست شاهزاده؟ چرا وسط دوتا صندلی؟ یه روزی من یک روزی بالاخره مجبور خواهم شد
که بحثی رو که به مدت یک سال و نیم با شاهزاده بوده برای همین یک مجموعه تشکیل دادن در 21 و 2 سال پیش یه روزی مطرحش بکنم. مطرحش نمی کنم به این دلیل که من نمیخوام که چیزی به هم بریزه، من میخوام شکل پیدا بکنه. به همین دلیل میگم پیشاپیش تبریک میگم. ولی مشکل ما آقای افشینجم جای دیگری است. مشکل ما، مشکل من اینه که ما متحد برای منافع ملیمون نیستیم. ما امروز که هیچی وجود نداره به دنبال قدرت هامون هستیم. میترسیم که بغل دست هم دیگه بنشینیم یکیمون زودتر از اون یکی جایگاهی رو پیدا بکنه. نه، چنین نیست. اولا که متوسط سن بچه هایی که تو ایرانن و میتونن جایگاه رهبری داشته باشن زیر 30 ساله، متوسط سن کسانی که در خارج از ایران هستن و مدعی هستن میخوان به دنبال قدرت برن بین 65 تا 75 ساله. پس در نتیجه یه خورده به خودمون با خودمون خلوت بکنیم، بیاییم ببینیم که کجا ایستادیم، چی میخوایم، چقدر باید بچه هامون کشته بشن، چقدر باید حقارت رو تحمل بکنیم، چقدر بی‌هویتی. اینجاست، اینجا مسئله است. ولی من باز هم امیدوارم که این شکل به وجود بیاد. ولی آخرین جمله رو خدمتتون بگم، مثل همیشه که میگم، ما مشکل بی‌اعتمادی در جامعهمون داریم. مردم ایران نسبت به اون کسانی که اپوزیسیون اسمشونه بی‌اعتمادن. اولین مرحله باید این اعتماد به وجود بیاد. اعتماد چجوری به وجود میاد؟ با اسم و تیتر و لقب به وجود نمیاد. آقای دکتر فلان، خانم مهندس فلان، خانم روزنامه نگار چی؟ اینا با اینا به وجود نمیاد. مردم باید که مثل همیشه، من تکرار میکنم، آقای افشینجان، یه روزی مردم باید که بیان جلوی تلویزیون ها بنشینن، 10 نفر مدعیان نمیدونم اپوزیسیون، رهبری، هر اسمی که میخوان بگذاری، به مردم پاسخ بدن. اگر به مردم پاسخ دادن اعتماد به وجود میاد، اگر به مردم پاسخ ندادن هی مرتب بحث ائتلاف رو ادامه میدیم، هی مرتب نمیدونم اینها رو سرگرمی به وجود میاریم. ولی امیدوارم چنین نباشه و این یکی درست حساب در بیاد. بله دکتر لاجوردی، من در همین برنامه به حضور شما و شاید دیگران هم و در برنامه های دیگه هم که در خدمتون بودیم در تلویزیون های مختلف بارها صحبت کردیم و صحبت این بوده که گفتیم که شاهزاده در ابتدا یک انسان هست و قسمت دوم یک ایرانی هست. برای هر دوی این موضوع ها وجود شاهزاده برای نجات کشور، فردی که شناخته شده هست در بین ایرانی ها در داخل و خارج، وجود ایشون 100% لازم هست. و البته بارها خودشون در این بخصوص در این 3-4 سال گذشته گفتن که ایشون سمتی نمیخوان داشته باشن، چه در مورد سامانه پادشاهی و چه در مورد جمهوریت. خب اینا هستش، تمامش مطرح شده. حالا این صحبتی که الان موضوعی که مطرح میشه و موضوعهای اشتراکی که بین اپوزیسیون هست، در حقیقت به خاطر این مسائلی که در این 3-4 ماه گذشته به خصوص پیش اومده، در حقیقت راه و مثل که باز کرده. یعنی به این صورت که در اون 2-3 موضوع مشترک، یعنی تمامیت ارضی کشور، سکولاریزم و در حقیقت در همین یک دو تا دیگه ممکنه که من نمیخوام وارد اونا بشم، هست که همه درش اشتراک دارن. بنابراین این نشون میده که این بار امیدوارم، همونطور که شما فرمودین امیدوار هستین که این کار انجام بشه، شما آیا مشکلی در این مورد اگر ببینین چجوری راه حل براش ایجاد میکنین یا مطرح میکنین؟ من شخصا فکر میکنم که الان بیشترین و مهمترین زمان هست که
بشه یک همچین کوالیشنی، یک همچین ائتلافی، اگر بخوام اسمش ائتلاف بذاریم یا گروه هماهنگی بذاریم، پیش روی ما هست. نظر شما چی هست؟ شما یه مقدار احساس میکنم که نگران هستین، حالا نمیخوام بگم که ممکنه که منفی فکر بکنین، اصلا اینطور شما نیست، شما همیشه توی برنامه هاتون هم همیشه با مطالب مثبت پایان میدین گفته هاتون رو. میخوام بدم نظر شما چیه؟ شما اگر به عنوان یک ادوایزر بخواین مطلبی رو بیان بکنین، چه رو مطرح میکنین دکتر لاجوردی؟ آقای افشیجم، ببینید، اینی که من میگم خوشحالم، از قبل تبریک میگم، این آرزوی همه ماست، همه ایرانی هاست، که هر لحظه و هر چه زودتر شاهد این باشیم که جمهوری اسلامی نباشه. ولی من سر این مسائل اگر بخوام که دیدگاه شخصی خودم رو مطرح بکنم، همیشه هم گفتم من خودم رو یک پزشک، یه مقاله من دارم تحت عنوان همین پزشک اورژانس، من خودم رو یک پزشک میشناسم، به این معنا که حالا پزشک روی یک نفر، روی فیزیک یک نفر کار میکنه، من نگاهم به جامعه‌مه، نگاهم به مردممه. بازم دارم فکر میکنم تا یک پزشک نتونه ریشه بیماری رو پیدا بکنه، نمیتونه درمان بکنه. من امیدوار هستم این گروه ائتلافی که به وجود میاد، اسمش هر چی میخواد باشه، ارزشمند میتونه باشه، ولی باید بتواند ریشه یابی بکند و اعتماد به وجود بیاره. شما ببینید، منم کم و بیش شنیدم، البته نه به اندازه شما، که خانم ایکس و آقای ایگرگ جز این گروه میتونن باشن یا هستن. شاهزاده هم گفتن حمایت از اونها میکنن و چند نفر دیگه. این چند نفر اگر این بخواد این کار موفق بشه، باید به هر شکلی که میدونن اعتماد به وجود بیارن، مردم بهشون اعتماد بکنن، با تلویزیون ایران اینترنشنال و بی بی سی اعتماد جلب نمیشه. من بارها این سوال رو دارم میکنم، میگم که بیایم نگاه بکنیم که چرا عربا اینقدر دلشون برای ما میسوزه، میلیارد میلیارد خرج این میکنن که ما آگاهی پیدا بکنیم. چرا بی بی سی دلش واسه ما اینقدر میسوزه که به هر حال اونی که سر رضا شاه اونو آورد، سر محمد رضا شاه اونو آورد، خمینی رو واسه ما چجوری آورد و چه سیاستی رو در منطقه و برای کشور ما به وجود میاره؟ اونجا اعتماد جلب نمیشه. اعتماد جایی جلب میشه که مردم بتونن یک نفر یا هر چند نفری رو در این گروه جمعی که اسمش ائتلافه یا هر چیز دیگه باهاشون برخورد بکنن، بر سوال بکنن. شاهزاده مینشینه، امیدوارم بنشینه، امیدوارم که بنشینه، ولی از شاهزاده مردم سوال بکنن. آقای افشینجم یکی از اون افراده. آقای افشینجم باید حاضر بشه جلوی مردم به سوالات مردم پاسخ بده. اگر چه این اتفاقی افتاد، این انجام پذیره. اگر نیفتاد، اینی که من بیام بگم که من با آقای بایدن ملاقات کردم، وزیر خارجه فلانجا بر من پیام فرستاد، اونجا نمیدونم به نامه نوشتم به فلان دبیرکل سازمان ملل، اینا هیچی رو حل نمیکنه. شما شاهد هستید که ما در انجمن پژوهشگران ایران هفته ای نیستش که نامه ای رو ننویسیم به دبیرکل، به اتحادیه اروپا، نمیدونم به سنای فلان کشور یا هر جای دیگه. ولی چه چیزی رو حل میکنه؟ مهم اینه که اون نامه ها، اون ملاقات ها بتونه اعتماد مردم رو در داخل جلب بکنه. اونجا اگر بشه انجام پذیره. من اینطوری فکر میکنم. هیچ راه دیگه ای هم وجود نداره مگر این که آسمون باز بشه، یه چیزی بیفته رو زمین که ما ازش خبر نداریم. بله دکتر لاجوردی، راجع به تلویزیون اینترنشنال صحبت کردی. من خودم رو میذارم جای کشور عربستان، به عنوان مثال دارم میگم.
جمهوری اسلامی حدود 22 کانال تلویزیونی و رادیویی پخش میکنه. البته الان یه مقدار به خاطر شکایت هایی که شده یه مقدارشو بستن، ولی اینا رو به تمام کشورهای عربی میفرستاد و میفرسته و به صورتهای مختلف، و اونجا خب پروپاگاندای خوبی رو انجام میده. من اگر جای اینترنشنال، یعنی اگر جای عرب بودم، حتما یه تلویزیون درست میکردم برای مقابله با دشمنم. ما حالا درست ممکنه که دوست نداشته باشیم، ولی مطالبی که اونجا مطرح میشه در اینترنشنال در حقیقت مطالبی است که جمهوری اسلامی اصلا مطرح نمیکنه. و امروز که حتما شما چون میتونم که فالو میکنین، گفته بودن که دلار که به 40,000 تومان رسیده به خاطر که اینترنشنال این کارو کرده. ولی این واقعا خنده داره، من الان دارم میخندم به خاطر اینکه از صحبتی که اینا کردن. منظورم حالا اینو میذارمش کنار، منظورم اینه که اونا برای دفاع خودشون میان این کارو انجام دادن. و خب هر کسی هم که بره اونجا صحبت بکنه، و کسایی هستن که حاضرن که جمهوری اسلامی رو بمباران بکنن به خاطر اینکه از شر جمهوری اسلامی خلاص میشن، بنابراین اینترنشنال هم خیلی به اصطلاح سافتش هست، به صورت نرمش هست که میتونه کمک بکنه. ولی شما دو تا موضوع رو مطرح کردین، یکی اینکه راجب اعتماد، چند بار راجب این موضوع صحبت کردین، و یکی دیگه راجب اینکه من یادم هست که در یکی از این صحبتایی که شما قبلا داشتین گفتین که بعضی ها همینطوری میخوان اون بالا قرار بگیرن، یعنی میخوان رأس قدرت باشن. و بعدم گفتین که یادم هست، اگر رقمش رو درست نمیگم شما من اصلاح بکنین، گفتین در بعد از که جمهوری اسلامی برکنار بشه اون کشور حدود 2 میلیون نفر آدم میخواد که اون کشور رو ران بکنه، به اصطلاح به سر کار مملکت رو را بندازن. حالا رقمش رو شما میتونید منو اصلاح بکنید. بنابراین اگر کسی هم که میخواد که یک به جایی برسه، فقط اونجا ممکنه 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر در رأس قدرت باشن، بقیه هم اونجا جا دارن که بخوان به یک مقامی بخوان برسن. اینقدر وزیر رو نمیدونم، مجلسیان رو نمیدونم، سنا و این چیزا هست که بخوان برسن. حالا سوال دو تا شد، یکی موضوع اعتماد، چجوری میشه اعتماد رو جلب کرد، دوم این که اون کسانی که مخوان اون بالا باشن چرا نیان. چون یادم هست که شما همیشه گفتین، شما جناب علی دکتر لاجوردی گفتین که اگر قراره که 5 نفر باشن، من خودمو میذارم نفر پنجم، که دیگران هم همین موضوع رو در حقیقت رعایت بکنن که رقابتی نشه. این مطلب من همه رو قاطی کردم، خدمت شما ارائه میدم. راجع به هر کدوم از اینا هست مطلبی دارین خواهش میکنم بفرمایید. دونم که دارین، بفرمایید. من فقط در یک دقیقه اول در مورد این که من اسم از تلویزیون ایران اینترنشنال رو بردم، فقط در یک دقیقه خدمتتون بگم که اونی که جمهوری اسلامی 22 تا تلویزیون یا هر چند تا میگذاره یک طرف قضیه است. اینی که امروز متاسفانه اعراب بخوان که در مورد ما، همون مایی که اون سابقه تاریخی رو داریم، صاحب نظر باشن، یه بحث دیگه است. عربستان و دیگر اعراب هیچ کدوم نمیخوان جمهوری اسلامی نباشه، میخوان تندروها نباشن، برای اینکه در منطقه که همه مسلمونن بهتره که یک کشور مسلمان باشه، رئیسش باشه آقای خاتمی و آقای روحانی و آقای موسوی و از این قبیل، که سربزیر باشن و گوش به فرمان. وگرنه اصلا هیچ کدوم از کشورهای عربی دنبال این نیستن که حکومت ایرانی با هویت ایرانی در منطقه ایجاد بشه، هیچ کدوم نیستن. بریم، چون این بحث خیلی خیلی گسترده‌ایه، من کنارش میگذارم. آقای افشینجان، ما 43-44 سال سابقه داریم. ببینید، از زمانی که جمهوری اسلامی روی کار آمده به فاصله چند روز
که وقتی که برخورد میکنیم از 22 بهمن تا 8 مارس اون سال که دخترها و زنها آمدن بر علیه حجاب ایستادن، مرحله به مرحله جنگ با عراق، مرحله آمدن آقای خاتمی، وعد و وعیدها، مسئله اعتراض دانشجویی سال 78، سال 88، سال 96، سال 98 و امروز که طولانی ترین شده، ما همش دنبال همین مسئله بودیم. ما دنبال این بودیم که به شکلی برسیم به اون شورا، به اون مجموعه. همیشه هم همونطوری که شما به درستی اشاره کردید، من هم باور به این قضیه دارم، نقش شاهزاده در تمام این 40 سال مطرح بوده. در تمام این 40 سال هم شاهزاده غیر از حرف خودش هیچ حرف دیگه نزده. منم میدونم آخه کیه که نمیدونه مطرح ترین آدم، شناخته شده ترین آدم شاهزاده است. ولی اگر که ما قبول بکنیم که بیایم حالا با شاهزاده یا بی شاهزاده، بی شاهزاده، چرا بی شاهزاده؟ برای اینکه شاهزاده همون کاری که در این 40 سال کرده همونو ادامه خواهد داد. ولی اگر که بدون شاهزاده باشه، باز یه مجموعه فکری قادر به این کاره، قادر به این کاره که بنشینه و در مقابل مردم به مردم بگه شما چی میخواید، من کیم و در این زمینه نقشم چیه. اینی که 2 میلیون نفر میخواد، نه خیلی بیشتر میخواد آقای افشینجان. ساختن یک کشور، یک کشور حدود 90 میلیون نفری، آدمهای بسیاری میخواد. ما شاهدش هستیم تو این دنیای غرب، وقتی که میبینیم یک شهرداری در فلان منطقه، نمیدونم دور افتاده فرانسه، قادر منطقه خودش رو درست بکنه با کمک همون افرادی که در منطقه خودش وجود دارن، خب طبیعتاً استانها، شهرها، شهرستانها همه میتونن که جایگاه خودشون داشته باشن و درست بکنن. مهم اینه که آیا ما در دراز مدت مسئله هممون یکی هست، یعنی منافع ملی، یا نیست. توضیح بیشتری میدم آقای افشینجان. تمام این کشورها، شمایی که در کانادا زندگی میکنید، منی که در فرانسه زندگی میکنم، همه این کشورها یک اتاق فکر دارن بالای رقابت‌های سیاسی. احزاب مختلف با همدیگه رقیب هستن. فلان حزب در کانادا میگه برنامه من اینه که اگر به قدرت برسم فلان عمل رو انجام بدم. اون حزبی که در قدرته میگه برنامه من اینه که این کار به نتیجه برسونم. یک شورایی بالا سر این قضیه وجود داره، اسم اون اتاق فکره، که نگاه میکنه منافع ملی کانادا در کدوم یکی از این قضایا، و اونجاست که دیگه بحث رو میرسونن به یکی شدن. به همین دلیله که در این کشورها هیچ وقت مسئله این پیش نیومده که اینا تجزیه بکنن، انقلاب بکنن. باز دوباره همه این کارها چندین صد سال پیش انجام شده. ما در این آغاز این راه هستیم، آغاز راهی هستیم که بخوایم به نتیجه برسونیمش. آقای افشینجان، یه عده‌ای حالا اسمش سلطنت طلب، اسمش حزب اللهی، اسمش هر چی میخواد باشه که نفوذی هم درشون هست، اینها مرتب نمیدونم میگن، نمیدونم اون میخواد تجزیه بکنه، اون میخواد فلان. این اختلافات رو جمهوری اسلامی به وجود میاره. شما وقتی به شعارهای این چند ماهه نگاه بکنید، وقتی گفته میشه که زاهدان کردستان پیوندتون مبارک، وقتی گفته میشه از خوزستان تا گیلان جانم فدای ایران، دیگه چجوری باید مطرح بشه این بحث؟ دیگه آیا کاف پاسخی نیست برای اونهایی که میگن یه عده میخوان تجزیه بکنن، یه عده فلان میکنن، ما با این نمیشینیم، ما با اون نمیشینیم؟ منافع ملی ما کجاست؟ اگر شورایی که داره تشکیل میشه، ائتلافی که داره به وجود میاد، بتونه اون بالا بیسته، مهمترین مسئله اعتماد، و بعدش اینه که اگر مردم ایران اعتماد کردن، اون قدرت پیدا خواهد کرد که با کشورهای خارجی با نمیدونم فلان صحبت بکنه که بگی آقا
جمهوری اسلامی درسته برای شما منافع داره. همین آخه چرا راه دور میریم؟ این که یه شوخی بیشتر نیست. آقای جوزف بورل میگه که نمیدونم ما مجبور شدیم برای اینکه جمهوری اسلامی فلان کار بکنه ملاقات داشت بکنیم. آقای مکرون هم مجبور شدن بغل دست آقای وزیر خارجه جمهوری اسلامی را برن باهاش صحبت بکنن. نه، اونا ما رو فریب میدن. اونا میخوان دنبال منافع خودشون باشن. منافع اونها امروزی که ما آلترناتیوی نداریم جمهوری اسلامی است. اگر داشته باشیم ما میتونیم بهشون بگیم که آقا شما فلان قرارداد اقتصادی رو دارید میبندید. خب ما میتونیم این قراردادها رو ببندیم. منتها منافع ملی ما باعث میشه که مثل جمهوری اسلامی به شما باج ندیم. شما اجازه قارت به ما ندید. این همش انجام پذیره. من همین حرفایی که دارم میزنم تنها امید و آرزوم اینه که اون بحثی که شما لحظه اول مطرح کردید، اون بحث ائتلاف، اون همصدایی، اون هر چی که هست، فردا صبحی که ما از خواب بلند میشیم مطرح شده باشه. آرزوی زندگی من اینه. ولی بازم دارم میگم تا اون مسائل حل نشه غیر ممکنه. با صحبت با نخست وزیر کانادا، رئیس جمهور فرانسه، نمیدونم وزیر خارجه امریکا، نخست وزیر انگلیس، هیچی حل نمیشه. مردم ما چشم و گوششون از این قضایا پره. اگر میخواست حل بشه تا حالا شده بود. ولی امیدوارم که این یکی اندفعه بشه. بله، خیلی ممنون. دکتر، راجب آقای عبداللهیان صحبت کردین و دیدنش با مکرون. البته اون گزارشی که من دیدم و دنبال کردم، آقای مکرون هیچ مثلا محلی برای ایشون نداشت. تو عکس هم که اگر دقت بکنیم میبینیم که مکرون جای خودشو میره، اونم بغلش میره که یه مدار اون به اصطلاح عکسی گرفته بشه. آقای عبداللهیان قرار بود چند روز پیش بره به ایتالیا، ولی ایتالیا گفت نه، تشریف نیارید، ما فعلا نیازی به این شما فعلا نداریم که بیان صحبتی بکنیم. منظورم که زیاد اینا رو دیگه تحویل نمیگیره. آقای بایدن هم دیروز یا پریروز گفته بود که این برجام مرده، و تا اونجایی که به نظر میرسه موضوع اصلی الان موضوع پهپادهایی است که جمهوری اسلامی به روسیه داده. موضوع دوم مسائلی که اینطور که صحبت میشه حقوق بشر در ایران هست که بسیار بسیار، البته اینم بخوام اضافه بکنم، به خاطری که مردم کشورها، شما در فرانسه هستین و میدونین که مردم چقدر میتونن اثرگذار در سیاستمدارا باشن از نظر رأی دادن و غیره و فشاری که اونا میارن. بنابراین آقای مکرون که حالا این طرف رو میبینه یا اون طرف رو میبینه، اونم به خاطر رأی گیری و مطالب مسائل خودش هست که این کار رو انجام میده. بنابراین وقتی که میگن که برجام مرده، به نظر من هم به نظر من مرده به خاطر چند موضوع رو میخوام اشاره بکنم، نظر شما رو هم داشته باشم. اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون زنان بسیار بسیار اثرگذار بود. رأیی که گرفتن قبل از اون برای تقبیح جمهوری اسلامی و با رأی بسیار بالا آورده شد بسیار مهم بود. و یکی دو تا از این برنامه‌های دیگه هم که انجام شد و صحبتی که امروز یا دیروز در مجلس هلند انجام شده و اون اینه که میخوان که سپاه پاسداران رو در گروه تروریستی قرار بدن و این با مشاورت با بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا داره انجام میشه و اثرات اون اگر که انجام بشه که به نظر من خواهد شد، در حقیقت راه و باز میکنه برای کارهای بعدی که من الان وارد اون نمیشم. میخوام نظر شما رو داشته باشم در این مورد. و البته قبل از اینکه خواهش بکنم شما نظر بدین، اینکه آقای زلنسکی دیروز گفته بود که یک گروه تروریستی، یعنی منظورش آقای پوتین بوده، همراه شده با یک گروه تروریستی دیگه
و همه این صحبتهایی که کرده باعث شده که یک میلیاردها دلار دیگه هم لوازم ارشاد که اسلحه بتونه بگیره برای دفاع از خودش. و اینها رو که من بغل هم میچینم به علاوه مطالبی دیگه، به نظر من میاد که جمهوری اسلامی با رفتن به کمک به پوتین آخرین میخای زندگی خودش رو به تابوت خودش کوبیده. بخوام نظر شما سر این موضوعی که من الان خدمتتون گفتم، نظرتون چیه؟ آیا شما میبینین این موضوع رو که به اصطلاح کشورهای اروپایی و دیگران به این نتیجه رسیدن که با جمهوری اسلامی که نمیشه ساخت، هیچ کاریش نمیشه کرد؟ نظر شما رو میخواستم داشته باشم. آقای افشین جم، این حرف درسته که با جمهوری اسلامی نمیشه ساخت، ولی این که چرا میخوان بسازن مسئله دوم نیست، مسئله اوله. به این معنا که ایران کشور ثروتمندیه. من تو یکی از این برنامه هایی که داشتم برای اون گروهی که همچنان وارد میدون نشدن، به صحنه نیامدن، علتش هم اینه که جمهوری اسلامی اونها رو میترسونه که اگر که اتفاقی بیفته ممکنه همین حقوق ناچیزی هم که میگیرن دیگه وجود نداشته باشه. مطرح کردم که فقط تنها یک مورد، یک آستان قدس رضوی با این میلیارد ها ثروت، خودشون میگن بین 120 میلیارد تا 300 میلیارد دلار ثروته، با هزینه سود یک ساله این میشه به 40 میلیون نفر مردم گرسنه ایران کمک های شایان کرد. پس در نتیجه وقتی که میبینیم این ثروت توی این کشور وجود داره، طبیعی است که اتحادیه اروپا، حالا هر اسمی دیگه با این سه تا کشور، یا آقای بایدن در امریکا، یا هر کدوم دیگری، چین یا روسیه، نخوان ایران رو ول بکنن. ایران امروز باید صاحب داشته باشه. کسانی که امروز در رأس حکومت ایران هستند، اینها صاحب ایران نیستند، اینا غارتگر ایرانند. ولی چون این غارتگرها در مقابلشون گروهی نیست که اسمش سازنده باشه، اسمش مورد اعتماد مردم باشه، اتحادیه اروپا یا آقای بایدن، من دو نکته رو خدمتتون بگم آقای افشین جان. این یکی دو هفته پیش در رابطه با امریکایی ها یکی از این مقامات، یک سناتوری صحبت کرده بود که رأی بر علیه جمهوری اسلامی هم در سنا وجود داره هم در کنگره وجود داره، حتی کافیه آقای بایدن بیاد بگه جمهوری اسلامی تموم شد، اون وقت ببینید که تموم میشه یا تموم نمیشه. آقای بایدن رسما نمیگه، هیچ وقت نگفته. در پاسخ نمیدونم یه خبرنگار میگه برجام مرده، ولی حاضر نیستش که از سر میز کنار بره و بگه تموم شد. ببینید جمهوری اسلامی وقتی که اتحادیه اروپا اینطوری حرف میزنه، میگه هر کسی از ذهن خود شد یار من. شما میتونید صحبت‌های اتحادیه اروپا رو مثبت تلقی بکنید، من مثبت تلقی نکنم. شما میتونید بگید که اونها معتقدن که حقوق بشر مهمه، من میگم که خب حتما حقوق بشر مهمه، ولی حقوق بشر تو این 40 سال هم مهم بوده. شما میفرمایید که شورای حقوق بشر در رابطه با ایران کمیسیون ویژه تشکیل داده، کاملا درسته این حرف، و همین یک دو هفته آینده ممکنه که اقداماتی انجام بشه. میفرمایید که جمهوری اسلامی رو از کمیسیون حقوق زن در سازمان ملل اخراج کردن. این بزرگترین ننگ جمهوری اسلامی است که اونطوری بی‌هویت و حقارت به وجود آمده واسش. 9 تا رأی آورده، فقط 9 تا رأی آورده، ولی اصلا تفاوت نمیکنه. ببینید ما رو سرگرم میکنن با اینی که ما تذکر دادیم به آقای عبداللهیان که این کارهای جمهوری اسلامی، این خشونت‌ها نباید انجام بشه، ولی بحث اصلیشون اینه که ما دنبال این میگردیم که برجام نمیره.
حالا میشه هر کدوم از ما دو تا نگاه رو همزمان دنبال بکنیم، یکی خوشبینانه که بگیم اینها معتقد هستن که حقوق بشر باید رعایت بشه، تذکرم به وزیر خارجه جمهوری اسلامی دادن، یکی دیگه اینی که حرف یواشی که میزنن ما میخواییم که بلکه بتونیم در جام زنده بمونه. کدومش درسته؟ ولی با این همه من آقای افشینجان سر هر کدوم از این مسائل اگر که بخواد به طور انفرادی مطرح بشه، بگیم که بحث فلان تلویزیون، بگیم بحث اتحادیه اروپا، بگیم بحث نمیدونم دو تا تروریست، بحث آقای زلنسکی، هر کدوم اینها یک بحث مفصله که آدم بتونه که اینها رو در مقابل همدیگه قرار بده، دو دیدگاه یا چند دیدگاه رو مطرح بکنه، وگرنه ما همچنان درگیر همون قضایا باقی خواهیم موند که اینها بگن بله حقوق بشر رو رعایت باید بکنه و اگر نکنه، ولی نمیگن اگر نکنه چی، نمیگن اگر جمهوری اسلامی این کشتار رو ادامه نده اون وقت چی میشه، میگن نباید بده، میگن بهتر حقوق بشر رعایت بشه. توجه به عرضم میکنین؟ بحث خیلی روشنه. من یا شما یا هر کس دیگه دنبال این نیستیم که به ایرانمون حمله نظامی بشه، که ما دنبال این هستیم که وضعیت خودمون رو حداقل بزرگترین مسئله ای که هست دنیا دخالت نکنه، فقط حمایت از جمهوری اسلامی نکنه. اگر این کار انجام بشه همه چیز انجام پذیره، ولی اگر نشه شاهد این هستیم. ولی باز هم امیدوارم که فردا صبح که این ائتلاف اعلام بشه همه مسائل حل بشه. بله دکتر لاجوردی، شما در اوایل صحبتتون راجع به حدود گفتین 16,000 تا یا همچین تعدادی زندانی اخیراً گرفتن، حالا رقمش میتونه بالاتر باشه کمتر باشه مهم نیست، ولی الان این کفالت سیاسی که پیش اومده که نماینده های مجلس یا سناتورها در اروپا، به خصوص در اروپا تعدادشون بسیار زیاد هست، که کفالت سیاسی رو گرفتن قبول کردن، و این خوشبختانه حالا آیا به خاطر این موضوع هست یا به خاطر موضوعات دیگه، ما اعدامی نداشتیم بعد از اون دوتا اعدام که انجام شد، و این برخلاف صحبتی که آقای اژه‌ای کردن، گفتن تمام اون حکم هایی که اجرا شده باید به اصطلاح پیش اومده باید اجرا بشه، که باعث ترس بسیار من شد وقتی که گفتن، چون تعداد زیادی رو اعدامی محکوم کردن و این خوشبختانه این چند روزه انجام نشده. پرسش من اینه که آیا فکر میکنی که این کفایت سیاسی، اول که فرانسه چه نقشی رو الان داره، آیا این شما در فرانسه میبینید که این کار انجام میشه، و یا اینکه واقعا این کمک خواهد کرد یا خیر؟ بفرمایید. خواهش میکنم جناب افشینجان، این مسئله کفالت سیاسی بسیار بسیار با ارزش. اگر حتی یک موردش در یک کشور دیگه به وجود میومد، ممکن بود که تغییر حکومت رو به دنبال بیاره. در فرانسه بله یک نماینده ایرانی تبار دنبال این قضیه هست، ولی مهمتر از همه کشورهای دنیا اتریشه که 187 نماینده یعنی کل پارلمان اتریش کفالت سیاسی همین تعداد را قبول کردن. ولی بحث در اینجاست که کفالت سیاسی یعنی هر کدوم از این مسائلی که پیش میاد، اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون حقوق زن، نمیدونم شورای حقوقی سازمان ملل، یا انتخاب نماینده ویژه، یا هر کدوم از این کفالت های سیاسی در هر کجای دنیا، مهم اینه که ما بلا فاصله بگیم که خیلی خوب جمهوری اسلامی بد است ولی ما خوب هستیم، جمهوری اسلامی داره ایران رو به باد میده، ما میخواییم ایران رو بسازیم. بازم حرف همیشگی من همینه، من از این مرحله فراتر نمیرم، من همین بحث رو میکنم. من برای که نگران این قضیه هستم، نگران این هستم که چی کار باید کرد، چه اتفاقی داره میفته. ببینید عرض کردم یک موردش ممکن توی یک کشور دیگه تغییر دولت رو به وجود بیاره، ولی
حکومت جمهوری اسلامی محمد رضا شاه نیست. محمد رضا شاه از یه مقاله در فلان نمیدونم روزنامه دست درجه دوم و سوم امریکا و اروپا هم نگران میشد و تمام دستگاه وزارت خارجه، دستگاه سیاسی مملکت میرفت دنبال اینکه چرا فلان مقاله در فلان روزنامه درجه دوم نوشته شده. واسه اینا اصلا مطرح نیست. اینا اصلا وقتی که میگن که نمیدونم فلان مقام درخواست کرده که فلان اعدام انجام نشه، اینا بلافاصله همون آدم رو اعدام میکنن. ولی اینی که گفتید، من خیلی خوشحالم که اعدام اعلام شده نداریم. امیدوارم اعلام ناپدید شده ها اعدامشون رو نداشته باشیم، چون اونها تعدادشون خیلی خیلی زیاده، سر و صدا ندارن. میبینیم که جمهوری اسلامی مرتب یه بحثی رو مطرح میکنه، میگه که به اون کسانی که بچه هاشون گرفتار هستن، به خانواده ها میگه که شماها اطلاع رسانی نکنید، ما در فلان وقت بچه هاتون آزاد میکنیم. و اینها بچه هاشون آزاد نمیشه، میکشنشون و هیچ صدایی هم از هیچ جایی به وجود نمیاد. امیدوار هستم این مجموعه ائتلاف بیسته و در مقابل همه اینها اون هویت و حمیت ما ایرانی ها به دنبالش به وجود بیاد و از این وضعیت حقارتبار ما نجات پیدا بکنیم. بله، خیلی ممنون دکتر. وقتی بودم به دره به پایان میرسنی، به پایان رسید. فقط بخوام این اشاره بکنم، باعث خجالت بود که مجلس جمهوری اسلامی 227 نفر گفتن که همه اینا رو بعد اعدام بکنیم، ولی اون طرف قضیه اروپا و کشورهای دیگه میگن که ما کفالت میکنیم که اینا رو نجات بدیم. این واقعا وقتی که آدم به کهن مطلب فکر میکنه، احساس میکنه که چقدر این مرد اینا حقیرن، چقدر واقعا نمیتونم واژه‌ای براش پیدا بکنم. در هر صورت سپاسگزارم، بسیار سپاسگزارم دکتر لاجوردی که بازم در خدمت بودم. امیدوارم که از این فرصت ها بازم پیش بیاد و شما نتونین بریم به والیبال برسین که آقای عبدالجا. فقط این اشاره بکنم که ما ضمن کنفرانس های متعدد و چاپ دو سه جلد کتاب در رابطه با اعدام، هفته پیش هم یک مطلب خیلی خیلی گسترده در رابطه با اعدام هایی که انجام شده و انجام میشه و کسی ازش خبر نداره، باز به دبیر کل سازمان ملل نوشتیم. البته متن به زبان انگلیسی است و منتشر شده همه جا، ولی آرزو و امید من اینه که به هر حال ما زودتر به یک نتیجه برسیم و این شانس رو هم بنده داشته باشم باز هم در خدمتتون باشم. بسیار سپاسگزارم، بدرود به شما و واقعا لذت بردم از مصاحبتتون. خیلی سپاسگزارم، تا دیدار بعدی بدرود. ممنون هستم.